چی بود؟ هیچی مثل که داشتم خواب میدیدم. باز که این دختر بیداره، خواب نداره اصلا. من کی خوابیدم؟ داشتی میپرسیدی تقارن یعنی چی؟ یواشی سرت اومد رو میز. تقارن؟ بس چی پرسیدم تقارن یعنی چی؟ فرزانه گفت امسال تقارن روزه سال آقا جون و روزه رمزونه. تو پرسیدی تقارن یعنی چی و خوابت برد؟ درست 5 ساعت پیش. ای بابا لامپاری؟ سیماش اتصالی داره. دمه؟ بله خانم، وقتی برگ چای میره پایین یعنی دمه. ولی اینجوری که تو قوری رو گرفتی فکر کنم دوباره باید دم کنم. برو اون صورت قشنگ تو بشور بذار چشمات باز شه. به هوای آقا جون خوابیدم، خواب داداش رو دیدم. دیگه یواش یواش دلم داره شور میزنه، خیلی وقت ازش خبر نداره. آخرین بار دوستش زنگ زد گفت از توکیو رفته یه شهر دیگه، حالا باید دوباره باش تماس بگیرم ببینم نشونی تلفنی چیزی ازش داره. من چرا خواب نمیدم؟ 1000 سال خواب نمیدم. به به چه سفره ای، یه کارایی هم برای ما میذاشتی. کاری نکردم من. نصف شب بلند میشی چای دم میکنی چه میخوابی؟ چقدر خواب؟ از صبح تو خونم یه چرتایی میزنم. شدی عین مامان، تا سحری نمیخوابی. بس که دلواپس بود. میگه کی میشه این ستا برن خونه بخت، نده بیاد، نبیره بیاد. کی مامان این حرفا رو میزنه؟ چرا بابا؟ تو دلش میگفت من میشینم. حالا شده عین مامان، آدم دوست داره قربونش بره. الهی من قربونه دارم. نکن نمیخواد انقدر قربون صدقه من بری. برو چند تا چایی بریز ببینم بلدی یا نه. چشم.
مصفا دیروز میگفت میخواد با هم حرف بزن. خب بالاخره تو کارخونه که همه مردم فقط یه زن هست، اونم خوش بر رو. خب بالاخره یکی گلگیر میشه دیگه، شانس آبادی یا رئیس کارخونه هم هست. واقعا مصفا میخواد ازت خواستگاری کنه؟ نمیدونم، دو سه روز خیلی هوله. به شما تو اصلا تو اخمی؟ قند تو دلم آب بشه؟ خب معلومه، وقت تو باید در خونه در میزنه، اون وقت اموندی در رو بکنی یا نه؟ خب بسه بیاد تو، من قرار تا ابد مسئول امور مالی باشی. مثل اینکه یه دست شما یه خانوم باش، مامان، ترگل برگل. همین هم مونده وسط اون همه سیبیل من ترگل برگل بشم. بعد هم نیست بعضی وقتا یه دستی به سر رود بکشی. سیبیلات داره در میاد. اگه حرف خواستگاری شد چی بگم من؟ هرچی دلت میگه. اگه بگم آره بعدش چی میشه؟ منظورت اینه که ما چی میشیم؟ آره شما چی میشی؟ این خونه چی میشه؟ با هم بودنمون بگم نه؟ چرا اینقدر آره و نه میکنی؟ نمیدونم، از حالا افتادم به دلشوره. اگه من از این خونه برم شما دوتا؟ آره ما ستا، یعنی ما دوتا خیلی وقت به تو چسبیدیم. حرفو یعنی چی؟ مثل که خودت یادت رفته اگه زیر بالو پرمو نگرفته بودی دانشکده رو ول میکردم این خونم حراج میشد. حالا منم باید قصتشو بدم دیگه، هنوزم خیلی مونده ده تموم میشه. با بنا از اون میگن سعی نخورم کلی گنجش که میشم. کش ما رو فکر کنم از فیوزه. حواست بهش هست؟ هیچ دنیا و غم اومد تو چشاش؟ خواهد چسبیده تنگ خونه، هرچی بهش میگم بی بریم بیرون، پارک، سینما، میگه نه، هی میگه پا. فقط پاش نیست، نذار اینقدر تنها بمونه. از فیروز که نبود. حالا هم خودتو با نوتنگ گردو خفه نکن. من که ماشالله ماشالله هرچی میخورم تکون نمیخورم. شما به تن نگرده خودتون باشه. یه هفته است از خونه بیرون نرفتی یا؟ فرشته هم باهات میاد که تنها نباشی. آره؟ باش. قربونه خواهرم برم. عیبش چیه خانم ساجد؟ آقای سالاری چی میگه؟ میگه کوچیکه، میگه تو استانداردهای ایرونی نیست و نقاشی وسط کاشی هم مخالفه. خب کاراتون خیلی زیباست، ترکیب رنگا، سایه روشنش. اصلا طرح کلی شدم یاد کارهای شنکوان میندازه. ولی فکر کنی مردم میخوان برن آشپزخونه یه نیمرو درست کنن، اون وقت باید هیچ چیزشون بیفته به اینا. شما چرا انقدر طرح چینی میزنین؟ خب ایرونی بزن، اصلا همین طرحهای قدیمی خودمون. اگرم دنبال نوگرایی هستی تو همین طرحهای ایرونی باش، ولی بدون افراط و تفریط. همیشه یه شاخه گل روز بزرگ قرمز وسط کاشی باشه. آخه چقدر تکرار خانم ساجد؟ کی میخوایم یکم تنوع تو کارامون داشته باشیم؟ شما تازه از دانشگاه در اومدی، سلیقه مشتری دستت نیست. خب پس شما عیناً دیکته کنین، من اجرا میکنم. اندازه بدین، مدل بدین، طرح بدین. اصلا چرا به من میدین؟ به اون دستگاه بدین دیگه. ببخشید. نگران نباشین، جایی نمیره. میری طرح تازه بزنه.
اما شما بالاخره باید ریسک کنید و یکی از طرحاشو قبول کنید. حساب کتابای کارخونه دست شماست. به نظر شما ما میتونیم ریسک بکنیم؟ یه بار باش بریم بازار بهش بگین مشتریمون چی میخواد. طرح قبلیش یادتون نیست؟ یه متر از اون کاشیا فروخته نشد. جنسای ما میره شهرستان خانم. سلام عمو. چرا یخ زدی؟ سلام با. چقدر زود اومدین؟ اونم با این پا. تو تهرون وقتی دیر میرسن ترافیکو به اون نمیکنن. ما زود میایم بده، اونم با این پا. البته داره بهتر میشه. حالا اون چه پشتت قایم کردی؟ نامه است. فقط نامه های عاشقانه رو قایم میکنن. برای خانم ساجد نوشتم. خواستگاری به روش رومانتیک داره؟ روم نمیشه مستقیم به خودش بگم. میترسم تو رودرواسی بمونه. ساجده اهل تعارف و رودرواسی نیستن. قرص و محکمن. وقتی پدر مادرشون از دست دادن رو پای خودشون بودن. حتی قرضقوله پدرم دادن خونه رو نگه داشتن. حالا جلسه امروز برقراره. من امروز بد جوری آمادم. میخوام تمام دانش بیمه ایمو در اختیارتون بذارم. اگه بشه بذاریم برای یکی دو روز دیگه. دارم میرم دفتر مرکزی ایرانا ببینم بالاخره میتونم لیسانسشون رو بگیرم. بعدش هم چه فایده؟ شما هر وقت میایین اینجا حق جلسه‌تون رو که نمیگیرین. این حقوق بازنشستگیتون کفاف کرای تاکسیاتون رو میده؟ فعلا بله. هر وقتم تصمیم گرفتم ازدواج کنم میام حق جلسه‌مو میگیرم. حالا تو جدا میخوای خواستگاری کنی؟ با اجازهتون. آره دیگه. شما خودتون میدونین اما من خیلی اهل شوخی نیستم. و جلسه امروزم که کنسله. چه خبر شده؟ چقدر تاییدیه میگیرین شما؟ خیلی خوبه. حالا فرزانه خانم کجا؟ میخوام برم احوال پرسی خواهر بزرگشون. واقعا تقارن جالبی. پای شکسته منو. نه آخه خانم ساجد اینجوری که نمیشه. طرح ساده میدم میگه هنریه، طرح هنری میدم میگه عجق وجقه، همش میگه مردم. خب مردم باید بخرن دیگه. یعنی ما همیشه یه جور کاشی کپی کنیم بدیم دست مردم؟ چون مردم عادت کردن که همیشه یه جور. ببینید سلیقه اونا شرطه، عادتاشون شرطه، چه میدونم. اصلا نمیشه وسط کاشی هیچی نباشه، فقط یه رنگ ساده. این معادله رو حداقل من سه بار توضیح دادم. عمده مطلب این که حسابداری که زیر مجموع از ریاضیه به ظاهر زن و مرد نداره، اما در واقع بعضی وقتا اونقدر خشن میشه که فقط مردا میتونن پسش بر بیان. عجب. خانم ساجد شما بفرمایید. نباشید. خیلی ممنون. وظیفه هم بود خانم. بله. بفرمایید. خدمت شما. قابل نداره خانم ساجد، کاری نکردم که. ای بابا. یه بار میام کل سیما رو از نو عوض میکنم. ما خیلی با اون خدا میآورز بده کار بودیم خانم. آخه اینجوری ما شرمنده میشیم. بذارین پای رفاقت بنده اون خدا بیامرز ابدی. خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام. سلام علیکم. خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام. داشتم از این حوالی رد می شدم، گفتم یه سلامی عرض کنم. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید تو. با کفش بفرمایید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چرا زحمت کشیدید؟ قابل نداره. خدا بد نده. خدا که بد نمیده. رفته بودم کوه طبیعت لذت ببرم، مچ پام پیچ خورد، قوزک پام دو طرف شکست. حالا هم دردیم. البته درد که چه عرض کنم. حالا مشکلات شما رو بیشتر حس می‌کنم. من نمیدونم این علی آقا چی رو درست کرده. یه وقتی عرض کردم هر خونه یه مرد خواهد. برای چی؟ بیگاری خونه مال مرده، لامپ بسوزه، شیراب چکه بکنه، کنترل برق بپره. پاتون چطوره؟ میسازم باهاش الحمدلله. ببخشیم چیزی برای پذیرایی نیست. شما هنوز روزه داریم؟ بله، ولی امسال دو منظور است. یکیش که به خاطر خداست، یکیش هم برای سالگرد پدرم. چه تقارنی؟ خدا رحمت کنه مرحوم پدرتونو. یادم میاد یه بار بیشتر ندیدمش. بسیار مرد شریف و نازنینی بودن. یادشون سبز. شما هم هنوز مشکل پزشکی داریم؟ به خاطر روزه؟ نه، معده دردم بهتر شده. دیگه مشکل پزشکی نیست. مشکل دیگه پیش اومده. حالا خواهرم هنوز مجردن. بله. و فقط فرزانه خانم میرن سر کار. بله. شما خیال نداریم برگردیم مدرسه؟ با این پای لنگ بیان وایسم پای تخت سیاه؟ تخت ها که دیگه سیاه نیسته، خیلی جا سفیده، بعضی هم سبز. شما تشریف بیاریم یه می تخت سفید بدن با ماجیک رنگی به جگت. این پا دیگه خوب بشو نیست. من دیگه به این خونه نشینی عادت کردم. ابدر اگه عصا بگیرین دستتون، یا لاقل تا مدرسه رو ویلچر بشین. من از دنیا عقب موندم. الان همه بچه ها کامپیوتر دارن، درس ها عوض شده. ولی دو دوتا همیشه میشه چهارتا. چی شد بعد از این همه سال یاد ما کردید؟ رفتم کارخونه برادرزادم، اسم ساجد اومد، یاد شما افتادم. یه دوست و همکار قدیمی. به فال نیک گرفتم، گفتم بیام یه احوالی بپرسم. ولی نمیدونستم کی، کجا، چجوری. من اون سالایی که روپای خودم بودم به شما گفتم نه، برای اینکه بعد از خواهرام مراقبت میکردم. وقتی هم که پام اینطوری شد باز گفتم نه، برای اینکه ترحم دوست نداشتم. یادمه، عمل سختی بود. بیچاره دکترم تقصیر نداشت. حالا هم دیگه گذشته. من باید به این وضع عادت کنم. ببخشین شما چی گفتین؟ گفتین چی رو به فالنیک گرفتین؟ همین مصفای ما و فرزانه خانم شما توی کارخونه کنار هم. به قول قدیمی ها وسطت مبارک باشه. به قول قدیمی ها چی؟ مصفا و فرزانه زوج مناسبیه نه؟ مسعود خانه سالاری. نه من مصفای شما رو میشناسم، نه شما فرزانه ما رو. این به خودشون مربوطه چه تصمیمی بگیرم. حاجی. سلام خانم. سلام. حاجی نیستن؟ رفتن خونه یه چرتی بزنه. آماده است. درست شده؟ بله، بابا گفتن چی کارش کنم، خودم درستش کردم. پس ببرم. میارم براتون. نه هم شما چرا سنگینه؟ یه کوچه هست دیگه، میارم براتون. پس
مهدی، چشت به کارگاه هست؟ خیال راحت. سنگی نیست؟ نه، نه زیاد. شما مگه نرفتیم تو آژانس؟ هستم هنوزم. از این صندلی شما خوشم اومد، بابام گفتم بذاره من تعمیرش کنم. بعضی وقتا یه چیزی چشما بگیره کمک بابا میکنه. طورش نبوده البته، قدیمیه دیگه، مال آقا جونم بوده. شما جلوتونو میبینین؟ بله. خواهی اگه خسته شدیم وایسین. بله. بای چیز عرق شدیم؟ ای نداره، بابام خیلی ذکر خیر آقا جونتونو کرده، میگه تو کاسبای محل همه قبولش داشتن. دستتون درد نکنه، بفرمایید. یا الله. بفرمایید. بزنید همینجا لطفا. میارم تو. نه میخوایم فعلا همینجا باشه. آقا کریم گفتن چند؟ با خودشون حساب کنید. نه تعارف نکنید دیگه جناب حامد آقا. نه دیگه با خودشون. فرشته صندلی آقا جون آوردم. با عزت. دستتون درد نکنه. خداحافظ. خدا نگهدار. هول شدم گفتم جناب حامد آقا. الوعده وفا خانم ساجد، قرار بود یا نهار بدین یا پولشو، قرار بود پنجشنبه تعطیل باشه یا اضافه شو بگیر، قرار بود تو 10% سود کارخونه شریک بشین. اصلا این طرح طبقه بندی مشاغل چی شد؟ بله حق با شماست، من با دکتر مصفا سالاری هم صحبت کردم، ایشون گفتن باشه. پس بود چی شد خانم ساجد؟ شما طرف ما این یا طرف دکتر سالاری؟ خواسته شما حقه. بله که خواسته ما حقه، ما اینا رو به شما میگیم که به گوش دکتر سالاری برسه. خانم ما با هیچ که شوخی نداریم. یاره یا نه چرا دست میکنید؟ ما اضافه که نمیخوایم، حقمونه میخوایم. تکلیف ما همین امروز باید مشخص شه، وگرنه کار نمیکنیم. سر ما رو کلا نذارید خانم، شما از طرف بالایی، ما تعطیل میکنیم. بله تعطیلش میکنیم. تعطیل میکنیم. احمد آقا شما چرا داد میزنید؟ یعنی چی؟ یعنی من حتی اجازه ندارم داد بزنم؟ نه حداقل وقتی داری با من حرف میزنی نه.
به به، خانم کوچولوی خونه، میخوای امروز به خواهرات پلو بدی؟ نه خیر، شعله زرد. باریکلا، شعله زرد چطوری درست میکنن؟ اول برنج رو پیمونه میکنن، بعد چند بار میشورنش تا آبش کاملا زلال زلال بشه و تمیز بشه. خب. بعدش شش برابر در برنج آب میریزیم و آها، اینطوری با نوت برداری نمیتونی آشپز بشی. اونم آشپزه یه همچین غذایی که میان پاش وای میسن و کلی نظر و نیاز میکنن. برای آشپزی باید تمرکز داشته باشی. آها خب فهمیدم. ببین اول پنج یا شش برابر برنج آب میریزیم. خب و بعد خوب بعد همش بزنیم تا کاملا برنج مخصوخ بشه و مغزش نرم نرم بشه. خب و وقتی که این کارو کردی، بعد شکری رو که از قبل آماده کردی و تمیز کردی دو تا پیمونه بریزی توش و این قسمت خیلی مهمه بخاطر اینکه ممکنه اون خانم ساجد، اجازه میدی؟ میخواستم بگم که هی میگین تعطیل میکنین که چی بشه؟ چطور بشه؟ پول نهار میشه؟ اضافه حقوق میشه؟ خیلی خوب، به من گفتین، منم به دکتر مصفا گفتم، اونم گفت باش. همون موقع هم داشتم حساب کتاب سودو میکردم. قرار شده پول نهار اضافه بشه، پنجشنبه هم حساب بشه. داره میشه. دم کارخونه یه بر، هوای تهران هم یه بر، حتما تو ترافیک مونده. یه بشین بقیهش رو من میارم. اون پولا رو کشیدم، بردار بیار. باز شد؟ نیم ساعت اون پایینم، هی زنگ میزنم، سنگ میزنم. سلام. گناهش گردن من. از صبح دوبار به علی آقا برکار گفتم این زنگ خرابه ها، انگار نه انگار. صد بار یاد آقا جون میکنه ولی هیچ کاری انجام نمیده. یه موبایل میخوای که از سر کوچه یا تو تاکسی زنگ بزنی که دارم میام. سرم داره میترکه از وارونگی حواس. چایی یا آب جوش؟ شیر لطفا. همچین طولکی که اصلا دوست نداره به ما نگاه کنه. ببین آدم باید روزش رو با یک قدح آب کله پاچه وا کنه تا چشاش واشه. هیچی چشای من رو با نمی کنه امشب. حتی تماشای دوتا خواهر منتظر؟ بالاخره مصفا امروز ازم خواستگاری کرد. بالاخره؟ وا. یعنی راست تو چشات زل زد گفت فرزان خانم زن من میچی؟
اون شاه مستقیم به من نگاه نمیکنه، از بس خجالتیه. کاش نگاه میکرد میدید چیزی تو چشم نیست. بکنم فرزانه، فرزانه خانم، من از صمیم قلب باشه شیفته شما هستم. یه دقیقه شوخی رو بذار کنار ببینم. خب همین دیگه، بعد این پاکت رو گذاشت رو میزم که ببینم. وقت تو چی گفتی؟ گفتم وقت میخوام تا فکر کنم. خانم ساجد علی سلام. من اصلا منتظر همچین خواستگاری نبودم، اصلا منتظر خواستگار نبودم. فرزانه خانم عزیز، لطفا جسارت بنده رو ببخشید و در این خصوص به قلب و روح خود مراجعه کرده و جواب بدهید. چی بگم؟ نمیدونی؟ واقعا؟ یا داری از من میپرسی؟ نه نمیدونم واقعا. خب ببین، یه جواب دندون شکن دارم، یه جواب خواستگار زاده. ببین یه بموز براش کنم، چه نه واقعی موز رو کنیدم؟ صبح مسعود سالاری اومده بود اینجا احوال پرس من، ولی انگار بیشتر قصدش پادرمیونی بود برای مصطفی سالاری. بفرما. بزرگترهای فامیل بله رو به هم گفتن. منم گفتم فرزانه خودش میدونه چه تصمیمی بگیره. کاش میدونستم تصمیمم چیه. هرچی عقلت میگه. اول عقل بعد احساس. تو اول باید ببینی از این مرد خوشت میاد یا نه، دوست داری مرد زندگیت باشه یا نه. چه حرفیه فریده جان، من تا ندونم آینده شما دو تا چی میشه نمیتونم درباره این آدم حتی فکر کنم. من باید بدونم قسطای بانک پرداخت میشه، یه پس اندازم باشه برای اینکه نگران آینده نباشی. چرا بهانه میگیره فرزانه جان؟ داری خودتو پشت ما دو تا قایم میکنی. مشکل ما مال خودمونه، خودمونم حلش میکنی. تو هم تصمیمتو خودت باید بگیری. تنهایی. شکسته وار در بالش کشیده، نه هوایی یاریش داده، آفتابی نه. آفتابی نه دمی با بوسه گرمش به سوی او دویده. تیز پر، تیز پروازی به سنگین خواب روزانش سمستانی، خواب میبیند جهان زندگانی را در جهانی بین مرگ و زندگان. نمیخواستی یه چرت دیگه بزنی؟ نه دیگه، خواب از سرم پرید. دیشبم نتونستم خوب بخوابم. اینجوری سر کار اذیت میشی؟ یه روزو میتونم تحمل کنم. عوضش فرشته خانم ما خوب خوابیده. برای سحری هم از جاش تکون نخورد. کله گنجشکی نشی خانم؟ نه بابا، حالا من ایست گفتم. با سری میکشم خودم. بالاخره دیشب تونستی شعر رو درست بخونی؟ غلط میخوندم مگه؟ نمیدونم، فریده جون معلم بوده.
حالا تو چه اصراری داری که نیما بخونی؟ اونم شعر به این سختی رو. همینجوری. سخته ولی خیلی قشنگه. حالا برو دست و صورت تو بشور، بیا یه چایی بخور، وقت زیادی نداری. یا پاییز اومد دیگه. چه بویی؟ آنگاه که لبها خاموشند، دلها سخن آغازیده کردند. رازهای پنهان، پرسشهای بیپاسخ. بشین چایی تو بخور، هیچ رازی نیست. من میدانم در دلهای شما چه میگذرد. شما میگه من امروز به اون بابا میگم اصلا نه. اگر من بغض تو درآیم خواهرانم چه کنن؟ اگر میتوانم تنهایشان بگذارم؟ و شما؟ آه فرزانه جون، به فکر خودت باش. ما میخواهی تو سرمون میکنیم و گلیممون خودمون از آب بیرون میکشیم. و اما من، شخص خودم، میگم نترسین خواهرا، من بالاخره درسم تموم میشه، حسابدار میشم، دختر آی سوختم دختر فراری هم نمیشم، اون وقت حساب شما رو میرسم، یعنی حسابتون رو میدم. و تازه داداش فرزاد هم از ژاپن میاد، پول میاره. فرزاد دیرت نشه فرزانه جون. یه 50-60 تومانی سوخت. برو دیرت میشه. برو دیگه. شده اینه بابا. همش به فکر حساب کتاب خونه است. من که تصمیم خودم رو گرفتم، از امروز میرم دنبال کار. اتفاقا من از امروز میخوام دارم. شما نه؟ شما باید درستو بخونی.
چیکار میکنی؟ توی احمد آقا، احمد آقا، لا اله الا الله. چرا نمیری با خانم ساجد صحبت کنی؟ وقتی هیچکی به آدم اعتماد نداره برم بگم چی ها؟ بذار یکی دیگه بره. تا حالا ما وسط بودیم، حالا دیگه نیست. ولی شما هنوز نماینده ای احمد آقا. اگه نمایندم پس بذارن همونجوری که صلاح کارا رو انجام بدم. برام خان، من رفتم با خانم ساجد صحبت کردم، اتفاقی قبول کرده، منتها فرصت خواسته تا یواش یواش کارا رو انجام بده. اما اینا که حالیشون نیست. تو چه وضعیتی اون بنده خدا؟ میخوای برم باهاش صحبت کنم؟ نه امو، بالاخره جواب میده، یکم فرصت خواسته فکر کنه، خودش تصمیم بگیره بهتره. نمیخوام کسی پادر میونی کنه، لااقل فعلا نه. شما حتما قصه لاک پشت خرگوش رو میدونی دیگه. امو، برادرای وزارت بازرگانی رو نمیشه خیلی معطل کرد. فهم. فقط یه چیزی خیلی فکرین کرده، اگه این خانم بالاخره قبول کنه جواب مثبت بده، این کارخونه چی میشه؟ یعنی منظورم اینه که کارهای ایشونو بعدن کی بعد انجام بده؟ آها، یعنی میخوایم بفرمایید که حسابدار کارخونه قراره بشه حسابدار خونه؟ خودمو میبرم. خودت خودتو میبری؟ ولی تو گفت من نرم بیرون که باید بیام. آره با من بیا، ولی فقط نگام کن. فقط نگام کن. آخری چه شاعرانه. باش فقط نگات میکنم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ سلامت باشی. سلام. خوب هستی؟ نگاه ها رو داشتیم؟ آره. خب برای اونا عجیبه که من بالاخره با این صندلی کنار اومدم. حالا خوبه نباید براشون توضیح بدم قضیه چیه؟ بالاخره که بعد برای مدیر و ناظم و چونم تمام خانمای مدرسه که توضیح بدی. خوشبختانه اونا همشون در جریان عمل جراحی من بودن. من فقط نگاه کنم؟ فقط نگاه کن. سلام خانم. سلام. بازم که قهری. ما دیگه نماینده هیچ کس نیستیم خانم. هر کس هر حرفی داره خودش میاد اینجا به شما میگه. مثلا این حسن آقا میگه تکلیف مرخصی نرفتش چی میشه. یا این آقا رضا زنش پا به ماست، مرخصی خواسته، اما ما هیچ کیو نداریم جاش بذاریم تا اون تفلک بره مرخصی. یا مهد آقا میگه چرا پنجشنبه رو نصف روز با ما حساب میکنن.
خانم ساجه اصلا حرفای منو گوش دادین؟ بیا اینو بزن به تابلو اعلانات. خوبه؟ چیزی هست که بخواین توش نباشه؟ دست شما درد نکنه، ولی این همه خواسته بچه ها نیست ها؟ فعلا دیگه. خب ظاهرا مشکل کارگرها حل شد، اما من چی؟ تکلیف من چی میشه؟ آدم مثل این که تا حرف نزنه داد نزنه هیچ کس نمیبینتش، جدیش نمیگیره. خانم ساجد من از 12 سالگی دارم کار میکنم، کار میکردم و درس میخوندم، هیچ کی هم نبوده کمکم کنه. کار کردم دیپلم گرفتم، کار کردم لیسانس گرفتم، خیر سرم شدم گرافیست، بازم کار کردم با کلی امید و آرزو، کلی ایده و رویا، جاهای زیادی هم کار کردم. یه مدت توی روزنامه ها طرح میدادم، کاریکاتور میکشیدم. خب زد و بعد از یه مدتی روزنامه ها بسته شد، من هم یه مدت بیکار بودم، اما باز کار کردم، رفتم تو کار تبلیغات، طراحی صنعتی. خانم ساجد ببینید، من دارم سعی میکنم با آرزوها و رویاهام کنار بیام، کوتاه بیام. میدونم شما خودتونم مشکلات دارین، اما میخوام بدونم تکلیف من این وسط چیه. آخه بابا ناسلامتی، منم آدمم، خب منم یه حق و حقوقی دارم. بله حتما میدونم، تو فکر شما هم بودم. اتفاقا میخواستم بعد از اینکه مشکل کارگرها حل شد با آقای سالاری راجع به شما هم صحبت کنم، اما دیدین که پیش پای شما رفتم بیرون. من چیکار کنم؟ همینجا وایسم؟ کتابی رو که با خودت آوردی درار بخون. Thank you.
کجا میری خانم؟ اونجا که دفتر نیست، همینطوری واسه خودت میرونی و میری؟ سلام. سلام خانم ساجد، فداتون بشم الهی. این مدت شما کجا بودی؟ نه خبری، نه زنگی. سلام، جایی تشریف میبرین در خدمتتونم. سلام. نه ممنون، منتظرم. خواهرم رفتن تدریس کنن بیان. با عزت. اولش اینا رو میشین ببری، من لازمشون ندارم. خیلی ممنون. خدا حافظ. سلام. به قیافه در همتون نمیخوره گفته باشن خانم ساجد، بفرمایید. همه چی ناآشنا بود، هیچ کس نبود، انگار مدرسه رو دوباره ساختم، دو طبقهش کردم. خب بالاخره اون که بود چی گفت؟ هیچی، تلفنمو دادم، اگه یادشون بمونه به یه معلم ویلچر نشین زنگ بزنم. ببین با ویلچر، بی ویلچر معلمی، اصلا مدرسه رو میاریم خونه پای ویلچر. خونه خونه است، مدرسه مدرسه. نکنین دلت واسه جیغ و داد بچه ها تنگ شده. ببین من جدی گفتم ها، میشه مدرسه رو آورد تو خونه صبح، اصلا هر وقت تو بخوای. خونه رو ترتمیز میکنم، تخته میذارم، صندلی، همه چی. اصلا شاید کارمون گرفت یه مدرسه زدی، به خدا خوب میشه ها. هیچ کس پایان این روزان نمیداند، برد پرواز کدامین، برد پرواز کدامین، برد پرواز کدامین بال تا سوی کجا باشد. کس نمیبیند، کس را نمیبیند. اینجا نوشته کس، خب اشتباه چاپی حتما. کس را نمیبیند. ناگهان هولی برانگیزد، نابجایی گرم برخیزد. هوشمندی سرد بنشیند، سرگرانی نیستش با خواب سنگین زمستانی، از پس سردی روزان زمستان است روزان بهارانی. سلام خانم ساجد. سلام علیکم. خاطرتون هست دخترم محسنی شاگردتون بود؟ اون که رفت خونه بخت به سلامتی. صبح دیدم دارین میرین مدرسه، خیلی خوشحال شدم. حالا این دختر کوچیکم هم همون دبیرستانه. میخواستم اگه بشه تو کلاس شما باشه، میشه؟ ایشالله، حالا خبرتون میکنیم. اگه دبیرستان نشد ایشون تدریس خصوصی هم میکنن. با اجازه. خب من میرم شانسم امتحان کنم. شما که قرار شد اول درستو تموم کنی. درستم هم تموم میکنم. درس کار با هم نمیشه؟ با دفعه. ببخشید.
تهرانه، این شهری که توش میبینی باعث تحریکه روی تا تو آشغال بونی یه بمی تو آمادم نیستی آشغال بونی اینجا همه گرگن میخوای باشی مثل برده بزر تو زبوش دوما با که نمیذاره اینجا تهرانه نه؟ حضرت آقای جناب آقای نه جناب بله بله آگهی شما رو در جرید کثیرالانتشار دیدم و فرمودین اسم فرشته ساجد هستم حسابداری دوپ رو در مؤسسه معتبر دارم میرم استخدام شم البته اگه خدا بخواد خیابون 13 هم از این طرفه؟ خیابون 13 هم نه اصلا خانم حالا چرا 13 هم؟ بفرمایید بریم 7 هم بابا خانم حالا چرا قهر میکنی؟ کجاش؟ قهر نکن خانم خیلی خوب باشه بریم 13 هم چیزی نشد که آخه تمام بالا خیلی خوب زنه چاک بلش کن چی شده مگه؟ بلش بریم بابا ولش کن برو بابا ولش کن نمیشه چه پارو شما واقعا میخواستین چاقو بکشین؟ تو اتوبوس بودین؟ آره کارت سوخت ماشینه تموم شده با اتوبوس میرم این برام برم جایی میخواستیم بریم؟ آره خیابون 13 هم ولی نمیدونم کدوم طرفه بکنم پایین باشه کجا این امروز؟ میترسیم فرشته بیاد به پاتون کاغذ رنگی ببنده پرتون بده؟ نه ترسیم امروز خونه نیست خب حالا با این چی کار کنم؟ کتلتش کنم به جنبه منو فرشته میخواد بیاد فضولی کنه ای بپرسه اینو چجوری درست کردی؟ پیازشو چه کار کردی؟ پشتشو چجوری بریزم؟ آخش من برم سر کار میخواد چی کار کنه؟ اگه شما کمکش کنین آشپزی یاد بگیره نوتم بر نداره بشه جونتون سلام شما هنوز اینجا این؟ بله شما همیشه نقشی بچه محل غیرتی رو بازی میکنین؟ من همیشه فکر میکردم مدیر عامل ها و رئیس شرکت ها مردن یکی خانوم بود نمیدونم شاید هم منشی چیزی بود منم هول شدم صدام در نیومد چرا میخواین کار کنی؟ مثل خنده حتما خانم ساجد من محتشمی هستم مدیر دبیرستان قبلی شما یعنی همین دبیرستانی که تشریف آوردین راستش اولش به جا نیوردم داشتم میرفتم سراغ پروندهتون که تازه متوجه شدم ای وای خانم فریده ساجد دبیر نمونه ریاضی تو منطقه به هر حال خیلی خوشحال میشیم که تو این هفته دوباره تشریف بیارین مدرسه خودتون مگه چند تا خانم ساجد تو این شهر پیدا میشه؟ لطف کنین یه زنگی به دفتر مدرسه بزنین خدا نگهدارتون آقا
آدم اگه خودش یه شرکت بزنه راحت‌تر میه سر کار تا بخواد این شرکت دنبال کار بگرده. طرف طوری به من دو سه تا دختر دیگه زل زد که فهمیدم باید پا بذارم به فرار. نفهمیدم. آره حق داری. خیلی سخته. هست هنوزم؟ بله. یه مؤسسه از آموزشگاه بازیگری هنرپیشگیه. حسابدار میخواد. ببخشید آموزشگاه بازیگری اینجا رو ارهم موندی بودو. آقای حسابداری اومد. چه خوب برای استخدام منشی و حسابدار ها. خیلی خوب. گواهی نامه حسابداری تو آوردی؟ ده هفته دیگه آماده میشه میارم خدمتتون. پس من میشم یه بازیگری بخونم. مگه حسابداری نخوندی؟ بازیگری دیگه برای چی میخوای بخونی؟ دوست دارم. دوست داری بازیگر شی؟ بله بله خیلی دوست دارم. برای چی میخوای بازیگر شی؟ میدونیم خیلی بهش فکر نکردم ولی همین که آدم بسنه با آدم های زیادی ارتباط برقرار کنه معروف شه مشهور بشه محمود توی خیابونه. بله خیلی خیلی خوشگلم. پایه و اساس این حرفه عشق، دوست داشتنه، خواستنه، پیگیری کردن، زحمت کشیدنه. آب کم جون، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. یه کتاب بهت میدم بخونم. بعد خیلی خیلی خوب با دقت بخون. هفته دیگه بیا ازت تست بگیرم. اگر واقعا استعدادت در حد نور جان شما خب من کلاس دارم میبینم. خدا خوب بخون. خدا حافظ. این بچه بازی ها تمومی نداره. یه دقیقه بشین. شما این مطلب قلم بشده تو چشاتونه. نکنه دلدل میکنی یه چیزی به من بگین. من؟ آره شما حتما میخواییم با من دوست شیم ولی من اهل اینجور چیزا نیستم پس میگم نه. ولی شما بازم دنبال من میان هی میگین سلام خانم ساجد حالتون چطوره خانم؟ خانواده خوبه؟ بعد من میگم بله همه سلامتن ممنون. بعد شما میگین البته با تبسم و حجب و حیا. یه بستنی فروشی یعنی یه کافی شاپ سر کوچه هست. من میگم از سن بستنی خوردن من دیگه گذشته. بعدشم الان ماه رمضونه همه مغازه‌ها بسته است. تازه من روزم. البته اگه خدا قبول کنه. بعد شما میگین سرش نمیندازین پایین اینطوری. یه عرضی داشتم خانم ساجد. من میگم میدونم عرضتون چیه ولی من اول باید درسمو تموم کنم. البته یه چند ماه دیگه تموم میکنم. بعدشم من میخوام هنرپیشه بشم آقای محترم. تازه من وقت ازدواج ندارم. بعد شما میگین مگه ازدواج وقت میخواد؟
مگه رفتیم برای هنرپیشگی؟ نه، رفتم حسابدار بشم. استاد گفتن چه نمیای بازیگر بشی؟ به نظر میاد استعداد داری. منم گفتم شدم شدم. خدا رو چه دیدی؟ با اجازه. چیزی میخواستیم بگیم؟ میدونم که ترجیح میدین با اتوبوس برین. اینم میدونم که دوست نداریم من یا هر کسی دیگه‌ای بخواد شما رو برسونه. فقط میخواستم بپرسم، یعنی اگه اجازه بدین میخواستم بدونم به پیشنهاد من فکر کردین؟ چطوره دکتر؟ بد نیست. ولی این خیلی شبیه طرحهای سابق کارخونه است. خسته نشدین از این طرحهای شبیه هم؟ هر وقت خانم ساجد طرحهای مدرن شما رو پذیرفتن، منم حرفی ندارم. فعلا که میگن نه، نوآوری افراطی نه. آخه دکتر، خب یه جوری نوآوری کنین که قبول کنن. برها شما طراحی، درس این حرفه رو خوندید. حیف همیشه سرکارگر بمونید. مرحوم عربی خدا رحمتشون کنه همه ی امور برق این خونه رو میسپرد به من. میگفت علی آقا سیبکشی برق این خونه و محله دستته. میگفت به فرزند ما هم یاد بده. اون موقع آقا داداش شما 12-13 ساله بود. آره بله، آدم اگه بخواد پول در بیاره همینجا هم میتونه. آه، این دیگه درست شد. خسته نباشی علی آقا. خیلی ممنون. بازم اگه موردی بود یه تلفن می‌زنیم در خدمت. الو. سلام علیکم. خداحافظ. 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 ببخشید با من بودین؟ بله. خیلی ممنون. راست شما هر موقع حال منو می‌پرسی ممنون میشم. بله، دارم از خیابون زنگ می‌زنم. راستش خیلی خوشحال شده میخوان برگردی مدرسه. خانم محتشمی گفتن سر زدی. منم با منطقه تماس گرفتم، تعلیق رو گفتم برمیداریم، بعد شما میتونید. بله منم پیگیر شدم، مجوز پزشکی رو بدین دیگه مشکلی نیست، میتونید برگردین سر کلاس. خواهش میکنم، اختیار دارید، من که کاری نکردم، فقط پیگیری کردم. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشید. چشم. خداحافظ شما. خوب شد دست درد نکنه. آفرین. به خدا دیگه بهتر از این نمیشه. آقای
سالاری بودن؟ چی میگفتن؟ گفتن کوچیکترا تو کار بزرگترا کنجکاوی نکنن. برو یه چیزی بیاریم پرده رو بزن. سلام. 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 بزن. بس. بری فرزانم. بازم گفتم وقت میخوام. چون وقت میخوام. میخوای استخاره کنی؟ خب آره، میخوام بدونم شماها چی میشین. صبح خانم معلم رفتن مدرسه. جدی؟ بله، با ویلچر بدون کمک راننده، یعنی تماما خودش راننده کرد. تلفن‌های متعدد هم داشته. خب هیچ، رفتن دفتر مدرسه. اونایی که قبلا بودن نبودن، اونایی که نبودن بودن. خانم مدیرم تا فریده جون رو دید گفت ای خانم جون، عزیز جون، کجا بودی شما؟ با در به در دنبال یه معلم ریاضی هستی؟ چی شد به دلت افتاد بیای؟ بعد هیچی، دوباره همینطوری قربونت بشم و ماچ ماچ و همینطوری ماچ. واقعا؟ این که نبود تو مدرسه، همه چی عوض شده بود، همه عوض شده بودن. فقط بوری خانم سرایدار مدرسه بود، مدیر جدیدم نبود. بهم گفتن تلفن تو بذار باهات تماس میگیریم. اومدم خونه زنگ زد خود خانم مدیر، عذرخواهی کرد و کلی هم تحویل گرفت. خود منم رفتم دنبال یه آگهی توی شرکت معتبر. بگو خب. اونا که میدونم، بهت گفتن دختر جون برو اول مدرکت رو بگیر بعد بیا. وا شما مگه اونجا بودی؟ در وایساده بودم. وا والا فریده جونم، این که از خونه زدی بیرون برای روحیت خیلی خوبه، ولی برای چی باید بری سر کار؟ نه که اشکالی داشته باشه، ولی اگه به خاطر من باشه اصلا نمیبخشمت. تو هم بهتر بود به جای این کارا میرفتی دنبال پرده. پرده؟ بله پرده. یک پرده مخمل قرمز خوش رنگ جلوی یک صفحه. پرده قیش قیش کنار میره. شما دوتا به سمت چشم دوختی. منظره یک خانه زیبا اما ساده. شبیه همین خانه. من با شمعدانی در دست به صحنه میایم و میخوانم. دینگ دانگ. چه خبر؟ کی میکند گذر؟ حرف از کدام سوگ و کدام این عروسی است؟ ناقوس؟ کی شاد مانده؟ که مایوس؟ واسه همین که میگم نمیتونم به مصفا جواب بدم. چیزیش نیست، فقط یکم احساساتیه. تو هم نمیخواد قصه ما رو بخوری. به قول بابا توکل میکنیم که اون به اندوه نگذره. کارگردانش بد بود، یه هوا ملودرام غلیظ گرفته بود واسه گیشه. افطار تو بخور. خوام یه رازی رو بهتون بگم. از اون بغض کردن تو معلوم بود که یه رازی هست. واقعا؟ بله. حالا اون راز چیه؟ هیچی بلش. یادم بابا همیشه اینجور موقع ها دعا میخونه. ای نعمت دهنده، ای افسون بخش، تو
توی آن که سجده کرد بر تو سیاهی شب و روشنایی روز و نور ماه و شعاع آفتاب و وزش درخت و خروش آب. خانم شیرینی محصول جدیده. مبارک باشه. مرسی. بذارید روی میز. میل کنین خانم. من روزم. شرمنده. ببخشید. بفرمایید. این آقا شهرام تفلک یه خود گرفتاری داره، مختصر مساعده ای میخواست. این آقا شهرام شما که همیشه گرفتاری داره. حالا چقدر میخواد؟ 100 تومن. 50 تومن مینویسم، بگو آخره وقت خودش بیاد بگیره. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. شما با من کاری دارین؟ نه، بعدن تحرار نشون. حالا که سردر ایران رو زدی و لباس فرمتن کارگرها کردی، تونستی لیسانسشون رو بگیری؟ آره، با تلاشای خانم ساجد بالاخره موفق شدیم قول مساعد ازشون بگیریم. خانم ساجد خوب اینجا رو اداره میکنه، بیشتر از اینا قدرشو بدون. شما فکر میکنید اگر بخوام به همه خواسته هاشون جواب مثبت بدم چند درصد از سود اینجا رو بعدشون ببخشن؟ دقیق نمیدونم، فکر کنم 10% کافیه، اما عیبی نداره، مهم اینه که همه چی رو به راهه. آره، ولی مسئله اینجاست که همشون فکر میکنن من این چیزها رو پذیرفتم به خاطر اینکه به خانم ساجد نظر داره. ولی حداقل شما خوب میدونید من به غیر از دیده پاک هیچ جوری دیگه بهشون نگاه نکردم. مدیریت اینجا از دستم در رفته، همه کارا رسما به اسم خانم ساجد تموم شده. بری خواستگاری حل میشه عمو جان. این شما فکر میکنی خانم ساجد واقعا زنی هست که تو خونه بشینه و کارهای خونه رو انجام بده؟ اگه همچین فکری تو سرت عمو جون ببخشید، فکر وصلت با ساجد رو نکنی بهتره. سلام. سلام. اجازه بفرمایید. سلام. 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 به خدا خیلی شروع بود. میدونم. ببین اگه این دفعه قبول نشدی اصلا دلخور نشد، دفعه های دیگه، کنکورهای دیگه. سلام. شما این جناب
قبول شدی؟ استاد گفتن بهتره فعلاً به عنوان حسابدار توی مؤسسه باشم. تا بعد شاید. شاید ما جون مخصوصی بار آمده باشیم. ولی در هر صورت من نمیتوانم این را تحمل کنم. وقتی با آدم ها اینطور رفتار میکنن من منقلب میشوم. حالم بد میشود. بسیار عصبی میشوم. استعداد شما خانم ساجد بعد پرورش پیدا کنه و بالا بیاد. غریزه هنر میگفت. و فعلا چون حسابدار ما رفته شما اگه مایلید بشید دستیار حسابدار. هشت صبح تا شش بعد از ظهر. شما قبول کردین؟ آره. ببین آدم برای بالا رفتن از نردبون ترقی باید پاشو بذاره پله اول. مگه نه؟ شما دارین یه چیزی تو دلتون میگی. من؟ آره، شما. تو دلم نه. یعنی چرا چرا؟ دارین میگین؟ یعنی بعداً میخواستین بگین؟ خوشبختی یعنی یه سقف، یه چراغ پرنور، یه پنجره. بعدش هم که من هیچی نگفتم فقط نگاهتون کردم بگین اجازه هست من به اتفاق عوضی و والد و همشیره خدمت خانواده برسم؟ دروغ میگم؟ اما من میگم نه. نه؟ یعنی چی نه؟ خیلی قشنگا. سلیقه کیه؟ خب معلومه دیگه سلیقه کیه، اینکه سوال نداره. مگه اینکه یه چیزی از بین بره تا یه سه نوبیات چونه خونه. خیلی خوب. راست میگم دیگه. اه کسی قراره بیاد؟ نه نه. بله. سلام آقای. بله بله بفرمایید. سلام. میدونم که بی خبر و بی موقع اومدم، ولی باید میومدم. دیگه باید میومدم. بفرمایید. با اجازتون من رو برمیگردم. دوشیزه خانم، فرزانه خانم ساجد، این گلهای قشنگ و زیبا نشان از مکنونات خردی من. بعد دستگان یعنی نشان گل از اینا رو برای چی دستت گرفتی اومدی بالا؟ چه میدونم بابا، هول شدم همجور با خودم آوردم. این آقا کی هست؟ مهندس بهرام طراح همکارمونه. وای خدا، یعنی رقیب رئیس کارخونه. هر دو تاتون اخراجی. آخ جون عوضش از اینجا فیلم بفروش میشه. خب چای اومد اصلا بریزم. خیلی چای بریز ببرم. میگم شاید اومده واسطه بشه بین تو و مصفا. فکر نمیکنم. شما که هنوز وایسادی. بفرمایید. فرزانه خانم بفرمایید. دستتون درد نکنه. ببخشید. ممنونم. میدونم یه مقدمه میخواد، ولی من بلد نیستم. حتما میدونین
من فقط یه مادر پیر دارم. نه نمیدونستم. بله نمیدونستی، درسته. میخواستم بگم من ماشین، پول، ملک و املاک هیچی ندارم، ولی عشق تا دلتون بخواد دارم. اگه عشق بسه من عاشقم. چطوری بگم؟ میخواستم بگم که یعنی باید بگم با من ازدواج بکنین. افطار که نکردین ها؟ روزه که نبودم، ولی 24 ساعته که هیچی نخوردم. خب بالا سفره افطار پهنه. بفهمید، بفهمید بالا. بفهمید. اومدم بالا، اومدم بالا. خیلی خوب. بفرمید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. آقای مهندس بهرام احمدی هستن، خواهر بزرگم فریده و خواهر کوچیکم. خوشبختم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. کی باز رفت؟ نمیدونم این علی آقا میاد اینجا چی کار میکنه؟ بیچاره پیره مرد. بابا آخه هر وقت میاد انقدر داستان تعریف میکنه که اصلا یادش میاد چی کار میکنه.